سلام بر شما، به خبر شش خوش آمدید. امروز دوشنبه برابر است با ده اسد سال 1401. در آغاز سرخط خبرها، تأکید مکرر وزارت خارجه حکومت سرپرست بر روابط رسمی جامعه جهانی با امارت اسلامی. آقای متقی میگوید کشورها در نشست تاشکند پشتیبانیشان را از تعامل اعلام کرده. افغانستان سره تعامل وسیل افغانستان سره راشه در شجاعت سی او دغه وسنۍ خو وضعیت سره مزسوی ده در تقویه سی. نگرانی سازمان ملل متحد از اوضاع اقتصادی در افغانستان. این سازمان میگوید در یک سال گذشته بیش از 700 هزار فرصت کاری در افغانستان از بین رفته است. در شهر کابل میگه بسیار یک فقر بیچارگی روز تا بیسون مردم بینید جگر خون پریشان میشیم. 15 ماه آگست تا کنون بیش از 700 هزار فرصت کاری در افغانستان از بین رفتند و میزان فقر بیش از 90% رسیده است. انتقاد دانش آموزان از ناروشن بودن زمان برگزاری آزمون کنکور در کشور. نصف شب درس میخوانیم، بازم دیگه به سرنوشتی دیگه ناامیدی قرار داریم. دو سال ما در مکتب هم درس میخواندیم و حالا یعنی باید اگر طبق معمول امتحان کنکور به شکل درست گرفتن میشه سنف دوی پنتون میبودیم. آغاز کار بررسی راه آهن افغان ترانس میان افغانستان، ازبکستان و پاکستان. و از سرگیری صادرات گندم به بازارهای جهان از سوی اوکراین. من سبغه سپهر هستم با مشروع خبرهای ساده. سرپرست وزارت خارجه میگوید برگزاری نشست جهانی تاشکند فرصت خوبی برای تعامل کشورهای جهان با حکومت کنونی بوده است. آقای متقی میافزاید که کشورهای آسیای مرکزی به شمول ازبکستان میخواهند تا به هدف رسیدن به کشورهای جنوب آسیا یک نقطه اتصال بازرگانی در خاک افغانستان ایجاد شود. همزمان برخی شرکت کنندگان نشست تاشکند نیز گفتند خواهان چنین کاری هستند، اما از فعالیت‌های گروه‌های هراس افغان در افغانستان نگرانند. مدینه مروت نگاهی انداخته. سرپرست وزارت خارجه پس از برگشت از ازبکستان در یک نشست در وزارت خارجه برایند نشست جهانی تاشکند را سودمند می داند و می گوید که کشورهای شرکت کننده در این نشست پشتیبانیشان را از تعامل با حکومت کنونی اعلام کردند. تو کانفرنس کی اکثر هیوادو نه تنها د افغانستان سره د مرستو د افغانستان سره د تعامل ملاتړ وکړو، بلکې د اکثریتو خبره دا وه چې د افغانستان ملي شتمنۍ د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ باید ازاد سي، د افغانستان بانک پشتوانه باید بیرته د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل سي، په افغانستان باندې لګېدلي بندیزونه پورته سي او له افغانستان سره تعامل وسیل افغانستان سره راشه درشه زیاته سی او دغه وسنۍ ښه وضعیت سي رامنځته سوی ده دا تقویه سي. در همین حال آقای متقی میافزاید که کشورهای آسیای میانه مشمول ازبکستان میخواهند تا یک مرکز اقتصادی اتصال بازرگانی در خاک افغانستان ایجاد شود. ځکه دلته د اتصال مسله وه چې څنګه افغانستان د منطقې په سطح د اتصال په مرکز بدل سي، دلته د ترانزیت مسله وه، دلته د عمومي تجارت مسله وه چې څنګه هیوادونه راکړه ورکړه په اسانه او په ارزانه او په لنډه لار باندې چې افغانستان د ولري. از سوی هم کشورهای آسیای مرکزی در نشست جهانی تاشکند نیز گفتند که خواهان افزایش داد و ستد از راه افغانستان به جنوب آسیا هستند، اما برای انجام آن از فعالیت گروه های هراس افغان در افغانستان ابراز نگرانی کردند. از شبکه‌هایی که اتباع اینها در آن عضویت دارند حراس دارند و تعامل با کشور آسیای میانه برای افغانستان بسیار مهم است. اگر حکومت طالبان خواسته باشه که با اینا در تعامل بهتر باشند، باید در صدد رفع نگرانی های کشورها باشند. ازبکستان می خواهد در این کشور هم صلح و ثبات برقرار بماند و هم قتل و کشتار و انفجارها از بین برود، همچنین امن و ثبات برقرار یابد و اقتصاد این کشور رو به رشد و رواج آورد. زمانی که این تعدیل ایجاد نشود و انعطاف لازم صورت نگیرد، به نظر نمی رسد که
یک گشایش در باب تعاملات رسمی پدید بیاید. تاشکند در هفته پسین میزبان نشست جهانی با حضور 20 کشور و سازمان جهانی مشمول افغانستان بود. تأکید به پیکار با هراس افغانی، تامین حقوق بشری زنان به ویژه دسترسی داشتن دختران با آموزش و تشکیل حکومت قابل قبول همه در افغانستان از خواستهای کلیدی در نشست تاشکند بوده است. سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر جامعه جهانی را متهم می‌سازد که تلاش دارد به بهانه حقوق بشر زنان افغان را بی پرده بسازند. محمد خالف حنفی در سفرش به ولایت فاریاب می‌گوید که حقوق بشر در افغانستان بیشتر از سوی جهانیان نقض شده است. آقای حنفی در سخنانش از ظاهر ناآراسته و موی دراز برخی از نیروهای امنیتی نیز انتقاد می‌کند. محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر در یک گرد همایی مردمی در شهر میمنه که مقامات محلی نیز حضور داشتند میگوید که جهان میکوشد به بهانه حقوق بشر زنان افغانستان را به عزت بسازد. میخواهیم جهانیا که خواهرای ما شما را بی عفت و بی عزت و بی پرده بسازند. چطور حقوق است؟ و اگر جهانیا میگن که یک اجنبیه دختر باشه، اجنبی یک جوان باشه، در یک چاکی باید بشینند. سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر میگوید که جامعه جهانی مرتکب نقض حقوق بشری در افغانستان شده است. برادرها، مادرها و خواهرها شهید میشدند، مکاتب بمباری میشدند، مساجد بمباری میشدند، شهید میشدند، مدارس بمباری میشدند. کجا بودن حقوق بشر و؟ آقای حنفی با اشاره به چهره های ظاهری برخی از نیروهای امارات اسلامی میگوید برخی از فرمان های رهبر امارات اسلامی عملی نمیشوند و تاکید میورزد که ظاهر نیروهای امارات اسلامی باید با شریعت اسلامی برابر شود. مجاهدین که هستند ولو که در امنیه قماندانی هستند یا در حوزه می باشند یا در چک پوینت ها می باشند یا در اردو در قلی اردو هستند یا در لیوا وجود دارند، یا در کندک و در طوله هستند، یا در قشله ها هستند، یا در استخبارات هستند، یا در امر بالمعروف، یا در معارف، در استخبارات، در همه ریاست ها که مجاهدین هستند و مویار کلان می کنند. یه خود نافرمان است. در همین حال عالمان دین که در این گرد همایی شرکت کردند، از امارت اسلامی خواست های دارند. این دستاورده های بزرگ، حفاظتش بسیار سخت می باشه. به حفاظت از تمام مسلمان های افغانستان، اهم از مسئولین و دیگر مسلمان های کشور ما سخت مسئولیت دارند که به خاطر حفاظت دستاوردها. سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر در این نشست از مقام های نظامی این ولایت خواست که جوانان زیر سن استخدام نکنند. نماینده ویژه ایران برای افغانستان میگوید که پس از درگیری روز یکشنبه میان مرزبانان ایرانی و نیروهای امارات اسلامی مسئولان وزارت دفاع افغانستان با مقامهای ایران در این باره دیدار کردند. حسن کاظمی قومی می‌افزاید که دو طرف کمیته را از بهر جلوگیری از تکرار این گونه رویدادها تشکیل خواهند داد. این در حالی است که مسئولان محلی در ولایت نیمروز میگویند که شام یکشنبه در نتیجه شلیک نیروهای مرزی ایران بر نیروهای امارات اسلامی در ولسوالی کنگ آن ولایت یک تن از نیروهای امارات اسلامی جان باخته و یک تن دیگر زخم برداشته است. شماری از دانش آموزان از تأخیر در برگزاری آزمون کانکور نگران هستند. آنان میگویند که تأخیر در برگزاری آزمون کانکور آنان را در بی سرنوشتی قرار داده است. از سوی هم وزارت تحصیلات عالی میگوید که این آزمون پس از ماه سنبله برگزار خواهد شد و در حدود 200 هزار دانش آموز در آن شرکت خواهند کرد. وحیده حسن جزئیات می‌دهد. حبیب رحمان جوان دانش آموز است که روزانه هم در دکان کار می کند و هم درس می خواند تا روز پزشک شود. اما مشخص نشدن زمان برگزاری آزمون کانکور او را ناامید ساخته است. نصف شب درس می خوانیم، بازم به سرنوشتی دیگ ناامیدی قرار داریم. از این معلوم نیست که چی وقت امتحان ما گرفته می شه.
شمار دیگر از دانش آموزان نیز میگویند که تأخیر در برگزاری آزمون کانکور آنان را با آینده نامعلوم روبرو ساخته است. بیشتر از یک سال تنها خودم نه که تمام صنفانم اینجا ما با امید از اینکه بالاخره یک روز کنکور برگزار میشه و ما شامل پانتون میشیم و بالاخره مو درس و تحصیل ما پیشرفت میکنه میایم. دو سال ما در مکتبم درس نخوندیم و حالا یعنی باید اگر طبق معمول امتحان کنکور به شکل درستش گرفتم میشه صنف دوی پانتون میبودیم. همزمان با این سخنگوی وزارت تحصیلات عالی میگوید که پس از ماه سنبله آزمون کنکور برگزار خواهد شد. کنکور از مینه به ترپخوا ډیره شفافه وي او پر هیچ چا هیڅ قسمه مانعت هم نه وي. یادونه باید وکړو چې د 1401 کال د کنکور از مینه د سمبولې میاشي وروسته به وخت سي انشاءالله. اما تأخیر در برگزاری این آزمون چه اثرهای بر نظام آموزشی کشور خواهد داشت؟ بدون شک راه اندازی نشدن آزمون کنکور مطابق به جدول زمانی همانند سالهای گذشته تأثیر فوق العاده مخرب روی اندیشه و باور امید از جوانایی داره که با عالم از روی و آمادگی قصد رایابی به تحصیلات عالی را دارن. ما یک سال فکر کنیم پس افتادیم، یعنی ما حال فعلا در سمسترهای پانتون خود می بودیم، درسهای پانتون می خوانیم، اما هنوز هم به سرنوشت مانیم. آزمون سراسری کنکور در کشور هر سال در روزهای نخست ماه ثور آغاز می شد و دانشجویانی که به دانشگاه ها راه می یافتند در روز 15 ماه اسد درسهایشان را آغاز می کردند. نماینده برنامه های توسعه‌ای سازمان ملل متحد در افغانستان اوضاع اقتصادی افغانستان را نگران کننده می داند. این مقام سازمان ملل می گوید که از یک سال گذشته به این سو بیش از 700 هزار فرصت کاری در افغانستان از میان رفتند و میزان فقر بیش از 90% رسیده است. در همین حال وزارت اقتصاد میگوید که حکومت سرپرست میکوشد تا پشتیبانی جامعه جهانی را در بخش‌های اقتصادی و بازرگانی به دست آورد. توبا ولیزاده گزارش می‌دهد. فقر و تنگدستی پای بسیاری از شهروندان کشور را به کارهای شاق کشانیده است. عتیق‌الله که تجربه 40 ساله در دفترهای دولتی و خصوصی را دارد میگوید که با از دست دادن کارش اکنون برای به دست آوردن نان برای خانواده 14 نفریش ناگزیر است که کراچی به دست بگیرد و کار کند. کی دال صدای ما را بشنوه که ما بر کی بگویم غیر الله اگر صدای ما را بشنوه. سابق زندگی ما خوب بود، آله پدرم سعی میکنیم، پدرم کار میکنه، دل ما میچیمش، ما میبرایم، بطرنگی میکنیم. مشکل ما مشکل بیکاری است. در شهر و کابل میگیره بسیار یک فقر بیچارگی روز تا به سینو مردم بینید جگر خون پریشان میشیم. در همین حال نماینده برنامه های توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان در یک پیام ویدیویی میگوید که کار برای بهبود اقتصاد افغانستان در صدر برنامه های کاری آنها قرار دارد. 15 ماه آگست تا کنون بیش از 700 هزار فرصت کاری در افغانستان از بین رفتند و میزان فقر بیش از 90% رسیده است، اما این کشور هنوز هم در یک حالت ناامیدی به سر میبرد. مشکلات وجود داره، اما فرصت ها به مراتب بیشتر از مشکلات است. کمک های جامعه بین المللی در بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان میتونه مفید تمام شود. این در حالی است که بانک مرکزی افغانستان در صفحه تویترش از رسیدن کمک 40 میلیون دلاری بسته نقدی دیگر به کابل خبر داده است. مسئولان امنیتی کابل میگویند که مؤذن مسجد ابوبکر صدیق در کارته نو کابل از سوی پسرش با چاقو به قتل رسیده است. آمر حوزه 8 پلیس کابل میگوید که این رویداد برخواسته از تنش‌های لفظی میان پسر و پدر درباره درس خواندن بوده است. به گفته پلیس قاتل فرار کرده است. یک گروه 12 نفری پزشکان پاکستانی برای درمان بیماری‌های چشم به کابل آمدند. ده‌ها بیمار چشم اینجا در شفاخانه نور کابل انتظار می‌کشند تا چشمانشان درمان شود و با چشمانی روشن به خانه‌هایشان بروند. برای درمان این بیماران یک گروه 12 نفری پزشکان پاکستانی به کابل آمدند. مسئولان شفاخانه نور می‌گویند که پزشکان پاکستانی در یک دوره درمان رایگان 4 روزه نزدیک به 500 تن را به گونه رایگان عملیات خواهند کرد. دغه دکتر صاحبان 12 نفر دی ټول هم مسلکه دکتر صاحبان دی دوی با په دغه سلور ورځو په جریان کې 1500 عملیات د سترګو په وړیا ډول اجرا کوي.
بیمارانی که به شفاخانه آمده اند از این کار استقبال می کنند. در خلال دخبر پیسه در غریبت پواجه دخبر استر که بسیرت نمخروم آدی. علاج نیشی که آید پیسه بودی. بسیار خوش هستم بچه. از این شفاخانه خود ما از دکترهای کشور پاکستان از کلش خوش هستم. خیر ببینم. خانه آباد. پزشکان پاکستانی میگویند که میخواهند افزون بر عملیات در زمینه آموزش پزشکان افغان نیز همکاری کنند. دیر ضربه که دیر ڈاکتران بعد شبکی اپریشنی هم انڈیپندنٹ او پا زان لبانی بای شروع کی. متخصصان امراض چشم افغانستان میگویند که بسیاری از مردم در کشور به علت کهولت سن و برخی دیگر به علت آسیب‌های فیزیکی بینایشان را از دست میدهند. شماری از یوتیوبران در ولایت بدخشان از آنچه که وضع محدودیت ها در برابرشان می دانند شکایت دارند. آنان می گویند که وزارت اطلاعات و فرهنگ طی یک مکتوب به یوتیوبران زن دستور داده است تا از ثبت برنامه در داخل شهر و مصاحبه با مردها خودداری کنند. به گفته یوتیوبران این محدودیت تنها در ولایت بدخشان وضع شده است. در همین حال ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید که این محدودیت از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ وضع شده و در تمام ولایت ها قابل اجراست. ادامه خبر شش. کار بررسی راه آهن افغان ترانس در افغانستان آغاز شد. سرپرست وزیر امور خارجه حکومت سرپرست میگوید که در حاشیه نشست تاشکند ازبکستان، افغانستان و پاکستان تصمیم گرفتند که کار عملی این راه آهن را به زودی آغاز کنند. انتظار می رود این راه آهن شهر ترمز را از راه مزار شریف، پل خمری، کابل و جلال آباد به شهر پشاور وصل کند. تمیم شهر جزئیات می دهد. رایاهن افغانستان ترانس کشورهای آسیای میانه را به جنوب آسیا وصل می کند. این رایاهن از ولایت‌های بلخ، سمنگان، بغلان، کابل، لوگر و جلال آباد می گذرد و سرانجام به پاکستان می رسد. سرپرست وزارت امور خارجه می گوید که کار سروی این را از دو روز به این سو در ولایت بلخ و سمنگان آغاز شده است. نو پاکستان هم یو طرف ده، ازبکستان هم طرف ده، افغانستان هم ده. نو بیا په دې برخه کې مجلسونه وسو او فیصله دې وسو چې عملي کارونه به شروع کیږي. له نیکه مرغه چې کار عملا شروع سو. اتاق تجارت مشترک افغانستان پاکستان به این باور است که رایاهن افغانستان ترانس بر افزایش صادرات کشور به آسیای میانه و جنوب آسیا کمک خواهد کرد. در افغانستان خصوصی سکتور به هم ده څخه د فائدې څخه یا د ګټې څخه برخمن شي او وب کولای شي چې د دې څخه په مستقیم او غیر مستقیم توګه ګټه واخلي او د دې لارې څخه خپل مالونه هم صادر هم وارد او هم ترانزیت کی. اتاق صنایع و معادن میگوید که همکنون در انتقال مواد خام با مشکل روبرواند و این رایاهن بر کاهش هزینه انتقال کالاهای صادراتی و وارداتی نقش مهم خواهد داشت. در صورتی که ازبکستان، پاکستان، افغانستان در مورد وصل راه آهن آسیای مرکزی به آسیای جنوبی از طریق افغانستان به توافق عملی برسد، از نظر اقتصادی و سیاسی به افغانستان بازدهی خوب خواهد داشت، به ویژه در صادرات منرال‌های معدنی افغانستان، زغال سنگ، تالک و غیره. رایاهن حیرتان مزار بخش از رایاهن افغانستان ترانس است که در حال حاضر بخش زیاد از کالاهای مورد نیاز کشور از آسیای میانه وارد افغانستان می شوند. وزارت اقتصاد می گوید که در یک سال گذشته بیش از 300 نهاد غیر دولتی اجازه فعالیت دریافت کردند. این وزارت در ارائه گزارش سالانه خود تعهد می کند که برای بهبود وضعیت اقتصادی و جلب سرمایه گذاری تلاش خواهد کرد. از سوی هم برخی آگاهان مسائل اقتصادی به این باورند که برای کاهش فقر در کشور نیاز است تا در پروژه های زیربنایی کشور هزینه شود. با همین ترتیب در اینجا رسیدیم به پایان خبر شش. از همکارانم و از شما سپاسگزارم. وقت بخیر. خدا نگهدار.